احساس می کنم خودم نیستم، حرفهایم در پشت حرفهای پدرم محو شده، شخصیتم در ابهتش گم گشته، نیستم، به بودن تظاهر می کنم، لنگ لنگان پیش می روم و تنها عصایم قلمی است که از من ردی به جا می گذارد. پدرم میگفت به خاطر ترس از شکست نباید از میدون مسابقه جا بزنی. نزدی. یه بار دیگه. نه، آسیا به نوبت، نوبت منه. حالا ببین چی کار میکنم. بزن. زدمش. الان خدمتت میرسم. ببینم. بذار کمکت کنم. ببین اینو بچسبون اینجا، از اینجا نگاه کن، هدفت رو ببین، درست انتخاب کن و هدف سر فرصت چه لیگ. برنده شدم. ببین زندگی هم مثل همین بازیه، یعنی فرصت ها مثل یه پرنده از جلوت رد میشن. چه ربطی داره پدر، این فقط یه بازیه. ربطش اینجاست که اونم باید همینجوری دقت کنی، درست انتخاب کنی و به موقع شلیک کنی، بعد بوم شلیک پیروز میشی. تو پرنده منی بابا، ولی شکارت نمی کنم چون تو بهترین دوستمی. تو هم دختر گل منی. بریم یه بازی دیگه. بریم. پدرم میخواست ازدواج کنه ولی من راضی نبودم. دوستم نامادری داشت که نامادریش رو خیلی دوست داشت و من دلم میخواست اونطوری باشم. حواست کجاست همو؟ سلام. برو دخترم، سرویست اومد. دیگه این کارو نکنی ها؟ ببخشید یادم رفته که صورتتون خراب میشه. آفرین دختر گلم، برو برو سری سوار. شد به اسم من قشنگه؟ آره سلام کردن خیلی قشنگه. سلام، تو خوبی؟ سلام. باشگاه سوارکاری نگیم شیوا که قشنگ بود. باشگاه مامانمه، دوستش به اسم من باشه. بس کنی گفتم. باشوام بچه لوس. به مامانم میگه بگو ببینم چی کار میتونی کنی. تصمیم گرفتن که برن ماه عسل و مجبور شدن ما رو هم ببرن.
در این به چی فکر میکنی؟ به شکست؟ نه دخترم، برای پیروزی نباید به نتیجه فکر کرد، باید به خود مسئله فکر کرد. اگر نه تمرکز تو از دست میده. یعنی چطور؟ مثل امتحان مدرسه، اگه مرتب به این فکر کنی که حالا نمرت چند میشه، چقدر زمان داری، حجم کتابت چقدره، همه تمرکز تو از دست میدی. باید به این فکر کنی که خوب یاد بگیری و خوب بخونی. خوندن و یاد گرفتن اینه که نتیجه رو عوض میکنه دختر گلم. بابا جون، از چطور همچینگی بلند میشه؟ تابلو رو عوض میکنم. پدرم نبود، دوستم بود. من دوستمو از دست دادم و الان تنها و بدون مشوق در میدان جنگ می جنگم. ساعت 7 راننده رو بفرست دنبالم، یادت نره. مگه ماشینتو نمیبری؟ نه با دوستان میرم، بعد از دانشگاه کلاس موسیقی دارم. مشتریامون کم شده، به این زنکه بگو بیشتر حواسش رو جمع کنه، وگرنه یه مدیر خوب استخدام میکنم. اینا چیه دستت؟ کتاب. اگه من گفتم تلویزیونه. اینجوری داری کار میکنی؟ آره؟ سهیل خانم، من فقط اوقات فراغتم رو درس میخونم. فکراتو کردی؟ به این جوونه چی جواب بدم؟ جوونه خوبیه ها؟ خیلی ممنون از لطفتون، ولی به نظر من بهتره که به فکر نگین خانم بشی. نگین؟ اون که باید درس بخونه عزیزم. ولی فکر نمی کنم نظر خودش همین باشه ها. نیازی نیست تو کار کسی دخالت کنی. برو 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 به کارت برس. دارم ماشین میشورم ها. ببخشید فکر کردم داری آب بازی میکنی. خواستم یادآوری کنم که تو خوشسالی هستی. صرفه‌جویی مال آدمای فقیره، نه مال ما. بازش کن. گفتم بازش کن. چی کار میکنی احمق دیوونه؟ سلام، ببخشید دیر شد. سلام عزیزم، خب نداره، برو کارت برس. خسته من رو زین کن، میخوام یه دوار بزنم. چشم. شما فکر نمی کنی یکم هیکلت منسته به این ورزش نیست؟ نه بابا، پس بر میام. شما آره، ولی این اصلا بیچاره نه. من میرم آماده بشم بر. چطوری؟ خوبم، ببخشید دیر شد. بودو بودو بریم، من کلی درس دارم.
خدا. تو مگه راستی امروز امتحان نداشتی؟ تا چرا اینجا اومدی؟ چرا اومدم کارمو انجام بدم برگردم. اسبارو بده یکی دیگه کاراشو انجام بده. خودو برو به امتحان درس. ممنونم خودم یه به همش استاد. همینی که من میگم. رو حرف من حرف نزن. خودو برو. سهیلا خانم دعوام میکنه. من حیوانای وحشی در ازونم رام کردم. اون که سهیلاست. بده به من. خودو. ممنونم احسوره. لوس نشو. خودو برو. چطوری؟ مریم اسبی میدی؟ اذیتم نکن دیگه. منم یه چی درس نخوندم. تازه شدی مثل من. ام نداره با اون تقلب میکنی. تقلب؟ میرسونیم دیگه به همه جوری. کمک میکنی؟ آره. جای پارک هم نیست. برو اونجا جای پارک هست. ای بچه پر رو. خیلی ببخشید اصلا ندیدمت. عینک بزن شماره چشت بالاست. ببین منو تلسکوپم بزنم پیدا نیستی. اوکی؟ حتی کوری کلا. میتونی اینطور فکر کنی. چقدر پر روه. این همه قورباغه است که ابو عطا میخونه. ولش کن، میخواد جلب توجه کنه مریم. خاک بر سرش با این جلب توجه کردنش، میخوام سر به تنش نباشه. اسم می اومدین راحت‌تر بودین ها. راحتم میبستینش به درخت، دیگه جای پارک هم نمیخواست. از فردا با اسبم میام میبندمش به درخت، فقط بی زحمت ناهارتون رو باهاش شریک شین. بشین بریم شیوا. این پسر ژنتیکی انگار زاده شده برای کلاس گذاشتن. دیوونن. سلام. سلام زن و شوهرهای جبو. هوا نکش دیوونه فهمیدن. چیه؟ درست بچه ها بفهمن دعوتیات زیاد بشه. خب حالا کی شیرینی میخوری؟ وقت گل نی. اینا چی دارن میگن؟ نمیدونم به خدا. تو این دانشگاه آب بخوری همه میفهمن. من کلاس دارم باید برم فعلا. سلام. از استبله اینجا خوشتون میاد؟ نه به اسباش جزئیات میدن. نمیدونم این دختره کی وقت میکنه درس بخونه. کلا من اصلا از این دختره حسودی میشه. میگن علامت سوال، علامت تعجب، نقطه. اینا علامت هایی هن که یه جمله رو کامل میکنن. ولی من یه علامت سوالم که نقطه رو متعجب میکنه. چقدر دلم برای تنهایی خودم تنگ شده. اینا حرفای یاروه دیگه. بله. بالاخره نفهمیدیم کیه. یه مزاحم پیامکی بی‌آزار. همین. چه حلال زاده هم هست. اسمش آوردیم. پیامکش اومد. آره. نوشته سال هاست در بی خبری با سکوتم نجوا میکنم. شاید صدای هشدار پیامت تپش قلبم رو اندکی آرام کند. وا ویلا. بریم بیرون. حسین چه قایم موشک بازی در میاد؟ خب برو جلو مثل آدم حرفتو بزن. آره بفهم چه ایولایی هستی همه چی تمومه. به همین سادگی. رضا تا حالا کسی بهت گفته خیلی خوشمزه‌ای؟ عجب داستان شد. ببین امیر اولش از یه شوخی شروع شد. الان چی؟ الان هم باز یه شوخی، فقط یه خورده جدی تر. پشت این افکار قشنگ اون چیزی که دوست دارم حالت گرفته، ولی ممکنه
نظرمون عوض بشه. بازم به این رویارویی افتخار خواهم کرد. الان کجایی؟ میخوام صدای خندت رو بشنوم. کی هم دیگر رو ملاقات کنیم؟ تو که هم نشستی اینجا؟ نمیخوای بریم؟ دیر شد. چرا بریم؟ خیلی سب کن. خیلی زود همو میبینی. بریم. دست تو. به به. سلام شیوا خانم. سلام. بهت گفتم امشب خواستگار داره، قرار عروس بشه. مبارکه. وا چی شد؟ چه اینطوری که نگین یه خورده زیادی سر به سرش نمیذاری؟ نه بابا واقعیته. اصلا هم به نظر نمیاد حسادت میکنی. خب این چی داری که من بخوام حسادت کنم؟ خب یه خورده باهوشتره، جذابتره. وای چه چون بی خیال بیا بریم سر کلاس. کلاسمون بیر. چی می نویسی؟ امشب قراره برام خواستگار بیاد علی‌رغم میل باطنی. همون به سر خوله؟ آره. خوش به حالت. جواب داد. تو که بهش جواب بله نمیگی. معلومه. نه چندین بار ردش کردم ولی نامادری میخواد زودتر از شرم خلاص بشه. خدا لعنت کنه این نامادری تو. جواب داد. خیلی دلم میخواد ببینم امشب اگه من جای خواستگارت بودم جواب چی بود. چی بود؟ برو. بده من گل خراب کرده. ماشین تو خاموش کن. پدر دارم سایلنتش میکنم. ناسلامتی داریم بیریم جلسه. جلسه؟ خواستگاری در زبان عامیانه ما در یعنی خواستگاری. همچی میگه جلسه؟ انگار میخوایم بیریم جلسه یاد مدیره. وای دوباره شروع شد. چه بازی میشیم؟ میگم خوش به حالت خواستگار داری. بس کن مریم اذیتم نکن. فقط دیوونه بازی در نیاری شیوا. نه کاری نداری؟ برو خدافظ. خدافظ. سلام. سلام. عروس گلم. برو آماده شو بیا. خوش به حالت. چه خواستگار سمجی داری؟ حسودیم شد. حسادت تو بابت چیزای دیگه است.
به چی خیره شدی؟ عروس که رفت رفت؟ خب ما میری کجا؟ نمیری بشین مگه قرار نشد حرف نزنی؟ بیشتر چند ثانیه نمیتون رو تساب کرد آفرین شیوا شیوا بیا دیگه انشالله که مشکلی نیست پسرم همه چی داره ما هم که پشتیبانشیم البته که مشکلی نیست ما حرفی نداریم از بابت جایزه و خرج و مخارج چیزی در بساط نیست نه این که نداریم الحمدلله میبینین رسم نداریم چه رسم خوبی؟ رسم دیگه خانم آخه من که هنوز چیزی نگفتم نظرمو ندادم که نظرت؟ الان باید چای بیاری شیرینی برای گفتن تو بدون چای نمیشه خورد شیرینی دهنتو وا کن گفتم دهنتو وا کن دختر ها چرا به من زل زدی؟ یالا پاشو چای بیار چشم میدونم که دارن به تحمیل میکنن منم مورد تحمیل قرار گرفتم اونا میخوان از با یه چیز دیگه بسازن ولی آدم باید خودش باشه درسته که آدم باید خودش باشه ولی کافی نیست گاهی شرایط از آدم یک شخصیت دیگه میسازه بهتر چند کلمه عروس و داماد با هم صحبت کنم شاید باورتون نشه ولی من از همین الان آمادم اول چای تو بخور بعد بله مادر جان به من نگو مادر جان چشم سلام چیه؟ این کارت عروسیه ببین حرف نزن فقط گوش کن من یه تختم کمه چه تفاهمی اتفاقا اینو همه به بندم میگن یعنی تو هم عصبانی میشی آدم میکشی؟ نه در اون حد دیوانه نیستم ولی من اگه خر بشم خب منم خرت میشم یه هم یه زندگی خرکی با هم انگار از هم خوششون اومده داداشم پسر خوبیه ولی زیادی ساده است که اونا مهم نیست نه احتیاج به کار داره نه احتیاج به پول داره خب انقدر ثروت واسه شون گذاشته که تا آخر عمرش البته یه قرارمدار دیگه هم با هم داشتیم حتما این وصلت صورت بگیره چشم بالاخره شما هم بزرگش کردین خرجش کردین رو چشم میذاریم راجع به این قضیه با من صحبت نشده پدر آخ جون شیرینی عروسی رو بخوریم شاید باورتون نشه میدونم باورتون نمیشه ولی شیرینی رو باید جمع کنیم بریم چون من اصلا زن نمیگیرم آخ میدونم باورش امروز غرورم را شکستند و من تنهای تنهایم هیچ وقت شده حس کنی به اینجا تعلق نداری من میتونم بین همه مردم باشم و بازم احساس تنهایی کنم اون موقع است که به تو فکر میکنم و از تنهایی در میام اما امروز احساس تنهایی همه وجودم رو ترسوند و قلبم رو لرزوند
ما تا حالا همدیگر رو دیدیم؟ شاید تا الان دیده باشیم دنیای کوچکیه. هنوز با پدرت صحبت نکردی؟ اونا باید به سلائق تو توجه کنن. حرف خودشه. من برای اونا یه مهره بازیم. اصلا منو نمیبینن ولی میخوان کمکم کنن. شخصیت من نیست که نشون میده، اونیه که تو میدونی. چند ساعته داریم به هم پیغام میدیم. من دیگه برم استراحت کنم. شب بخیر. صبر کن، امشب حسابی دلواپس شدم، کمی هم ناامید. خوابم نمیبره مگر اینکه بدونم امیدی هست. خودمم خیلی به هم ریختم. فردا شب میخوام ببینم توی جشن. رأس ساعت 9 جلوی راپله منتظرم. شاید وقتی منو ببینی شوکه بشی. دوستت دارم. محسن، اینجا ماهی همین داره دنبالت میگردی؟ چیه باز کشتیات غرق شده؟ نه واقعا مثل که غرق شدی. بنال ببینم باز چی شده؟ هیچی بابا، حالم گرفته است، خودم نمیدونم چی. من میدونم، خوابت میاد، یه نگاه به ساعت بنداز. بیا بریم یه دور بزنیم، آدرنالین خونت اومده پایین. نه اتفاقا بالاست، زدم ماشین رو داغون کردم. از دنبال چی میگردی؟ معلوم برای چی حالت گرفته است. بچه مایده خدا بابا تو برات نگه داره. بیا بریم. چی بخوری خواهد به من؟ چیکار کنم مزگرشم؟ پسر خوب، من الان کار دارم، میبینی که سرم شلوغه. بذار کارامو انجام بدم، میایم میشینیم مفصل روی یکی از این تختا راجع به سینما با هم گپ میزنیم. اگه اینجوری باشه سوپر استا، برو به کارت برس. تو که گارسون اسبایی، چطور میتونی پذیرایی کنی؟ چی میل دارین؟ ممنون، چیزی نمیخورم. یه غذای کاملا رژیمی، بدون قند، بدون چربی، بدون مواد نگه دارنده، نمک کم نداشته باشه. اینو بدین خدمتشون. اینو سفارش ندادم. این نه قند داره، نه چربی، نه مواد نگه دارنده، کاملا هم رژیمیه. من توصیه میکنم شما غذایی که نمک داره رو بیشتر بخورین، براتون خوبه. امر دیگه ای ندارین با من؟ فقط یه دل سرنان هم واسه من بیاریم. اسبارم زین کن، منم یه کیک و قهوه. قدم قوز نکن. آها نوک پا اینجوری بالا آره درست همه اینجوری از زانو یه ذره خم کن. آها درست شد. آره ساق پا رو بچسبون بزین. آره Thank you.
دستی رو برو برگرد. خوش به حالت که ازش نمیترسی. ترس نداره مریم. پس چرا من اینقدر ازش میترسم؟ اینا حس دارن، کاملا میفهمن، باید با احساس باش رفتار کنی. واقعا؟ یعنی میخوای بگی این از سهیلا بیشتر میفهمه؟ از دست تو مریم. میگم بالاخره با این پسره قرار گذاشتی ها؟ آره، ولی میترسم. از چی؟ از اینکه پسر بدی باشه؟ نه، از اینکه واقعی نباشه. ولی واقعا هیجان داره. فکر کن بعد چند ماه. آره، ولی میترسم مریم وقتی دیدمش اون چیزی نباشه که تصور میکردم. نظرم راجبش عوض بشه. نمیدونم. ترس از شکست مانع شکست میشه. این چیزی که همیشه خودت میگی. آره، این نصیحت بابامه. خیلی خوب، حالا وقتشه که به نصیحتش گوش کنی. نه ترس. موبایلت زنگ میخوره. بله. ببین شیوا، یه خورده آلوورا میخوام. لباسم هم از خوشرویی بگیر، ساعت 7 باید برم مهمونی. بله چشم. راستی حساب کتاب باشگاه یادت نره. چشم. کی بود؟ سهیلا. چی میگه؟ کلی امر و فرمایش و دستور داره. یعنی چی؟ مگه تو بردشی باهات اینجوری حرف میزنه؟ مجبورم مریم، میدونی دیگه. بخوام حرفشو گوش ندم جای خواب ندارم، به این کارم احتیاج دارم. ولش کن. بیا بریم دیگه. سلام. خوش اومدین. سلامت باشین. ببخشید ما با دکتر دهخان وقت قبلی داشتیم برای مصاحبه. شما خانومه؟ بفرمایید. صالحی، ما دانشجوی رشته تئاتریم، برای یه کامل کردن پایان‌نامه‌مون اومدیم و یه مستند. خانم صالحی تشریف ببرید طبقه بالا، در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. اسنپان از مواد کامپوزیتی ساخته شده که با هزینه خیلی کم و طرح درمان ساده به زیبایی کامل فکری رو به ما میده. چقدر طول عمر داره دکتر؟ 1 تا 2 سال. چقدر جالبه. بعد چقدر طول میکشه تا به دست بیمار برسه؟ 1 روز کاری. دکتر ما میخواییم بیشتر راجع به بیماری های دهان و دندان، حالا چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم، از راه‌هایی که در واقع بهداشت رو توی مراکز دندانپزشکی رعایت نمی‌کنن بدونیم. همون جوری که می‌دونید بیماری‌های عفونی بیشتر تو مراکز درمانی مخصوصاً توی دندانپزشکی بیشتر این انتقال رو دارن و برای جلوگیری از اون خیلی راهکارها هست. مثلا عوض کردن اون یک بار مصرف‌های یونیت دندانپزشکی هست که رعایت نمیشه. فلاش کردن دنتال یونیت هست که اونم باز خیلی جاها رعایت نمی‌کنن. مرسی. بازش کنم.
بازشو قشنگه، ولی فکر نمی کردم یادت بمونه. تولدت مبارک. ممنون. راستش یادم نبود. یکی یادم بود. دوستش دارم، عمو جونو میگم. چرا ایستادی؟ هم کلاسه. هم کلاسی باشن، هم طبقه ما که نیستن. برو تا یکی ندیدی. زشته دیگه بابا. بسری. پس برو یکم بهشون بخندی. سلام. ببینم مشکلی پیش اومده؟ نه خیلی ممنون، مشکلی نیست. بنزین تموم کردیم. خب اگه میخواید من میتونم توپون بنزین برسونم بهتون. دستتون درد نکنه. نه باشه، بیا بیا بالا. خیلی ممنون. ببخشید من با بوی اسب حساسیت دارم. با بوی اسب حساسیت داری یا با بوی اسب؟ ادبیاتم خوب نیست، اما مشامم خوب کار میکنه. بوی اسب میدی. کلاس امروز خیلی خوب بود، کلی پیشرفت کرده بودی. آره خیلی خوبه، استادم خیلی خوبه. آره فقط یه خورده زیادی تمرین داد. با نگی خوی منو ندید. نگیم کجایی؟ اگه تو باشی که آشی واسط بپزم. وا نگیم توهم زدی؟ بیا بالا، رد شدیم ازش. مشکل پیش اومده؟ نه چیزی نشده. نه چیزی نیست. میگم این ماشین دندش اوتوماتیکه دیگه، نه؟ آره اوتوماتیک، ولی ماشین دنده یه چیز دیگه است. اصلا عشق ماشین سواری به اینه که آدم دنده عوض کنه. من اصلا دنده مرکوز. بابر شما نداره. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. این دست من باشه فرداش باید بره مرکز اسقاط. مگه بلدی روشنش کنی؟ خب کاری نداره که، یه راننده میگیرم مثلا روشنش کنه. البته این ماشینا با اون گاری هایی که شما دارین خیلی فرق داره. سلام خانم. زحمت کشیدید، دست شما درد نکنه. بله کجایی؟ به تو هم باید جواب پس بدم. من آخه یه جای خاص دیدمت. بیا بریم باشگاه. پس این صدای کی بود؟ اسبم. کار نداری، خدافظ. با من کاری داشتی؟ فردا مهمون دارم، زود بیا خونه رو مرتب کن، دکور خونه هم تغییر بده. سهیل خانم، امشب جشن ازدواج دانشجوییه، دوستم دعوت کرده، میخوام آماده شم برم اونجا. پس آبروی من واسط مهم نیست. سهیل خانم، عروسی دوتا از بهترین دوستامه، اگه نرم ناراحت میشن. اونی که باید ناراحت بشه منم، و این بدترین اتفاقیه که میتونه واسه تو بیفته. خواهش میکنم سهیل خانم، تا حالا هر کاری گفتین انجام دادم، هیچ وقت اعتراض نکردم،
حرف رو حرفتون نیاوردم. اما این دفعه ازتون خواهش میکنم، تو رو خدا اجازه بدین که برم، خیلی برام مهمه. خب عزیزم، میبینم که بزرگ شدی، پس وقتشه یه چیز رو بهت بگم. تو فقط یه کارگری، هیچی نداری، هیچی. اینا باید واسط مهم باشه. چطوری؟ تو برای چه هنوز اینجایی؟ چی کار کنم؟ ببین چقدر کار سرم ریخته. خب بودو بریم دیگه. نمیتونم بیام. یعنی چی؟ بودو بریم، بابا سمیه ناراحت میشه. میدونم، ولی یه عالمه کار دارم. الان یعنی چی؟ چی کار کنم مریم؟ میبینی اوضاع احوال منو. بعد تکلیف این عاشق غیابی چی میشه؟ چه میدونم. عاشق غیابی؟ سلام، چطوری منظور جان؟ منظورش همون عاشق پیامکیه دیگه. عاشق چیه بابا؟ شما دوتا میگین عاشق، بیچاره فقط پیام میده، همین. اگه یه مردی وقتشو صرف احساساتشو نوشتن بکنه بهش میگن عاشق شده. حالا فعلا که با خانم قرار گذاشته، ایشون هم میخوام برن گل بچینن. شما دلیلی همه حماقت چی عزیزم؟ منصور جونم، تو که اوضاع احوال منو میبینی، میدونی که اختیار من دست خودم نیست، چی کار کنم؟ خب اون بدبخ الان منتظره تو باش قرار گذاشتی. مریم تحمل کنه، من که نمیتونم آیندهمو به خاطر یه قرار فدا کنم. میتونم؟ آها، همین الان میری کارتای تبلیغ باشگاه رو تو جشن پخش میکنی؟ اینجوری هم نگام نکن، زود باش. این یه دستور هم مدیریت ها، اگه میخوای کار تو دست ندی. بازتون من میرم. کجا تیپ زدی؟ امشب مهمونی. باشه، به سلامت. چی بخوام شما کار نداری؟ خیلی ممنون، فقط این رو سر را بذارین. ممنون میشم، مرسی. به سلامت. خدا خدا نگهدار. خب بدو اینم بگیر، قابل نداره. این چیه؟ تولدت مبارک. وای مریم. باز کن ببین دوستشون داری؟ چقدر قشنگه. به دوستیتون خیلی حسودی میشه ها. ممنونتا. بودو بودو بریم. بریم؟ بریم عزیزم. به نام خالق عشق، با عرض سلام خدمت تک تک مهمانان عزیز، سپاسگزارم از اینکه با قدوم مبارکتون مجلس ما رو مزین نمودید و در این جشن بزرگ آسمانی شرکت کردید. آرزوی خوشبختی عروس و دامادهای جوان را از درگاه ایزد منان خواهانم. منم سلام عرض میکنم خدمت تک تک حضار و مهمانان گرامی و سپاسگزارم از اینکه مهمانی ما رو گرم کردید. به این جشن بزرگ اول به همسرم بعدم به همه همکلاسیان تبریک عرض. مریم بیا برگردیم، من دارم از استرس میمیرم. استرس نداره که، همین جوری طبیعی آدم بعد خواستگار داره هول میشه. مگه تجربه شو داری؟ من 10 بار، البته تو که میدونی من خیال پرداز خوبیم. عمرن من اینجوری جشن عروسی بگیرم، همه با هم خیلی بیکلاسه. خودم یه جشن عروسی میگیرم 50 برابر اینجا مهمون دعوت میکنم. حیف که رویات دست نیافتنیه. کدوم آدم بی کلاسی میاد تو رو بگیره؟ بهت بر نخوره، شوخی کردم. ولی من جدی گفتم. شوخی کرد. انشالله یه شوهر خوب گیرد بیاد با یه جشن آنچنانی. چقدر وقت داری؟ یه ساعت دیگه باید خونه باشم. آی کیو یارو رو میگم، چقدر دیگه میام؟ آها 5 دقیقه دیگه. 5 دقیقه. اینا چرا اینجوری زل زدن به ما؟ ببین نظافتی چی کار کرده؟ چه تیپی زده؟
اینقدر نگران نباش. یارو باید خنگ باشه که تو رو نپسنده. یعنی فرشته ها شدی. چقدر شدن به من آشنا هست. شبیه احمد پوکن مرگو. احمد پوکن مقبر. من بازیگرها رو دوست دارم. عاشق بازیگرها هستم. از اندوان این صدای شماست. پدر من. عاشق سینما. سلام بابا، خوبی؟ چطوری گل پسر؟ خوبی بابا؟ سلام پدر. اینجا چی کار میکنی؟ منتظر شما بودم. بفهم بریم، بفهم. در خدمتیم. مشکلی هست؟ نه. شاید باورتون نشه ولی حس سوال غریبی دارم. حس میکنم باید چاپ شه. چی؟ کارت عروسیمون. خانم شیوا اگه میشه یه لحظه صبر. اشتباه کردم. یعنی چی؟ اشتباه بزرگی بود و من فرقی کردم. کجا؟ باید برم خونه مریم. جواب داد. شاید تو فکر کنی که من بهت دروغ گفتم ولی همش عین واقعیت بود. متاسفم. نگی نه نبود. خودم دیدم. چشه دالوال گیلاس چیده. برم کن بس. بیا اینجا کارت دارم. بیا. خب بیا. سلام. سلام. ببینم ازش عذرخواهی کردی؟ میدونم باورش برای تو کاملا سخته ولی کار به اونجا نکشید و از من ترسید و فرار کرد. فرار کرد. به نظرت حالش خوبه؟ حالش که خیلی خوبه. پسر عمومه دیگه. خیلی خوبه. ببینم چی شده. من نباید میومدم مریم. برای چی اینقدر به هم ریختی شیوا؟ میخوای بیشتر از این به هم نریزم منو زود برسون خونه. خیلی خوب. اینقدر اعصاب خودتو خورد نکن. حتما یه خیریتی توش بوده. خیریتش در اینه که من احمق نباید پامو میذاشتم اونجا. شیوا رو تو برگردون. اونوری نه، منو نگاه کن. شیوا. شیوا اونجاست. سلام سهیلا خانم. شبتون بخیر.
برو رفت دیگه. منو دید؟ چی میگی؟ اون جرأت نداره بدون اجازه من جایی بره. زن بابات نه، ولی اون دختر فوزولش چرا؟ خب پس زود برو مریم، من با قبل از اونو برسم خونه. خودم دیدمش تو ماشین نشسته بود. تو برو مریم. داری تمرین رالی میکنی؟ میگم محض اطلاع، وسطی کلاچه، گازم تو آشپزخونه. وای الهی که تو نصیب نشی، بیمزه. چرا نرفتی مریم؟ خب چراغ زرد بود. بابا مریم میتونستی رد بشی. عزیزم وقتی چراغ زرده یعنی سرعتتون رو کم کنین، ایست کنین، چون که چراغ میخواد قرمز بشه. بابا جون من الان به یه راننده رالی نیاز دارم، نه مترجم قانون. صورت نازنینم چروک شد. برو. نه انگار راستی راستی مسابقه است. ما هم هستیم، محکم بشین محسن. افشین تو رو خدا دیوونه بازی در نیار. مریم تو برو. خیلی خوب دیگه، آروم باش. مطمئنم که این الان خونه نیست. خونه هست، خودم دیدم که سوار ماشین این ایکبیری مریم شده بود. بیا ببینم. دفتری پر بود. پس الان دیگه باید فاطمه رو بفرستی. نگران نباش عزیزم، هیچی نمیشه. مامان بودو اومدم. دیدی گفتم خونه نیست؟ حالا به حرف من رسیدی؟ حسابش میرسم دخترک. کجاست؟ علیکی سلام. گفتم کجاست؟ کی؟ کوچه چپکی از اون وره، شیوا. آها، اون که افتاد تو اتوبان. چی؟ کوچه چپکی. پس تو الان اینجا چی کار میکنی؟ من؟ اومدم از شیوا جزوه بگیرم. به من که گفت خونه است. درستش میکنم. این که کپه مرگش رو گذاشته. هرس نخور صورتت. من خیلی منتظرت شدم، چرا منتظر من نموندی؟ یعنی چی؟ تو منو دیدی و پشت سرم اومدی، چرا به هم دروغ گفتی؟ کاملا گیج شدم. بازی دیگه بسه. مشکلی پیش اومد و یه تأخیر داشتم. آخرین نفری بودم که از سالن خارج شدم. یعنی چی؟ نشیدی؟ هنوز بهت یاد ندادن بدون اجازه وارد اتاق کسی نشی؟ اون که مهم نیست. لباسامو اتو کردی؟ انجام میدم. زودتر. باشه. یاد بگیر کاراتو به موقع انجام بدی. باشه. درس داشتم. من اگر نصف تو درس میخوندم الان شاگرد اول دانشگاه بودم. میگو بخور، فسفر مغزتو میبره بالا. من از صاحب سارتو خیلی عاقل‌ترم. یه روز به استادم گفتم دارم دیوونه میشم. میدونی چه گفت؟ گفت هر موقع فکر کردی از همه عاقل‌تری داری دیوونه میشی. جیبا، مامانم داره صدات میکنه. جیبا، در اتاق منم وای نستا. کجای دختر؟ بیا دیگه.
عاشق شده که تو جشن نبودی نه؟ یه دیوونه نشونت بدم که حس کنی اگه راست میگی فردا صبح یا پارک آزادی خوش شب خوش عوضی آخه من چیم از این دختره پاپتی کمتر بود؟ خانم اینجا جای پاک کردنه مگه حق تو کلن نیست؟ با منی؟ پس با بابامم برو دیگه سلام مریم چطوری؟ ببین من فکر کنم منو شناختن همینطوری داره تعقیبم میکنه خیلی میترسم بالاخره باید بشناسیش دیگه آره بابا میشناسمش ما به دردم نمیخوری میشناسیش؟ برادر ناهیده باورت میشه؟ همین دختر افاده ایه؟ منم شک کردم این همه اختلاف سلیقه خب الان میخوای چی کار کنی؟ هیچی فعلا فرا به دخترمو چی گفتی؟ به هر حال تکلیفتون چی میشه؟ اتفاقا منم دنبال یه فرصت بودم در مورد همین موضوع با هم صحبت کنیم الان هم اینجاییم برای همین موضوع دیگه ببینم شما از من چه توقعی دارید؟ سرکش شدی جواب بدی شما میدونید من الان چند سالمه؟ هر چند سالی باشه چه معنی داره؟ بابا من دیگه ترم آخر دانشگاه هستم باشه تو این دانشگاه به شما چی یاد میدن؟ فقط درس خالی احترام به بزرگتر بهتون یاد نمیدن؟ حرمت خانواده نگه داشتن بهتون یاد نمیدن؟ من نمیدونم این که من یکی رو دوست دارم و میخوام باهاش ازدواج کنم آخه مشکلش چیه؟ آخه پسر من تو از زندگی چی میفهمی؟ پدر بزرگ و مادر بزرگت که به رحمت خدا رفتن این عمود بود که ما رو بزرگ کرد این عمود بود که از صفر ما رو به اینجا رسون الان شما تو رفاه داری زندگی میکنی حالا چیگی که میخوای دیگه از زندگی؟ آخه من نمیفهمم از ببینید من با ناهید نمیتونم زندگی کنم عجب من یکی دیگر رو دوست دارم یعنی چی؟ یعنی چی یکی دیگر رو دوست دارم؟ تو از زندگی چی میخوای آخه دیگه این همه چیز؟ دیگه چی میخوای؟ یعنی این که من و ناهید واسه هم ساخته نشدیم تموم مگه پادگان نظامیه؟ سوال لکلک متقلب کیه؟ روزی روزگاری توی جنگل خیلی بزرگ یه لکلک قوی با دوستاش در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی میکردن اون لکلک نامزال خیلی زیبایی داشت و پدرش قول یک دریاچه زیبا رو به او داده بود اما لکلک جوان راضی نبود اون خیلی بلند پرواز بود میخواست با ملکه زیبایی ها ازدواج کنه بعد از چند مدت لکلک دیوونه قصه ما با نامزادش که هزار تا خواستگار و خواهان داشت به هم زد رفت و رفت و رفت تا اینکه لکلک دیوونه ما توهم زده بود فکر میکرد بالاخره ملکه زیبایی های خودش رو انتخاب کرده اما افسوس که ملکه زیبایی ها یک لکلک دروغگو و متقلب بود میخواست با دروغ و نیرنگ سر لکلک دیوونه ما رو شیره بماله اونا هر شب با هم پیامک بازی میکردن با هم چت میکردن آره دیگه لکلک های مدرنی بودن لکلک عاشق میگفت من دیگه بیشتر از این نمیتونم دوری از تو رو تحمل کنم چون فقط تو میتونی حقیقت منو کشف کنی ببینی چطور لکلک متقلب سر لکلک دیوونه ما رو شیره مالوند عزیزم میخوام بهت بگم کیم ولی میترسم میترسم باور نکنی وای خدا چه رومانتیک مریم دارن ایمیلای منو میخونن اما ملکی زیبای لکلک ها یه رازی دیگه ایم داشت اون فقط یه نظافتچی بود یه نظافتچی معمولی که کارش تمیز کردن کثافت های زیر پای اسب ها بود حالا من میخوام بدونم کی اونو میشناسه و صاحب یه جایزه بزرگ بشه انگار همه میشناسنش آره انگار همه میشناسنش به افتخارش دست بزنید کجا میری؟
کجا میری نظافت چی؟ خورد شدی؟ بیا اینجا تو همه بشناسنت. بیا نظافت چی اسبا؟ بیا اینجا. دیگه اینا شورشو در آوردن. من میدونم همه اینا نقشه اون عوضیه. کارت کجا رفتی بابا؟ دیگه دلم نمیخواد زندگی کنم، از زندگی خسته شدم، دیگه دلم نمیخواد برم سر کار، برم دانشگاه، دلم میخواد بمیرم. مگه نگفتی هیچ وقت تنها نمیذاری؟ پس کجایی؟ الان به حمایت واسه چی با آبرو دختر بازی کردی؟ آبرو؟ اگه اون دختر آبرو داشت که حد خودشو میدونست، من عمرم بزنم یه کل فضل نداشتم بشه. حالا چی شده که وکیل مدافع مردم شدی؟ ببینم این مزخرفاتو کی کرده تو سرت؟ خواهر ناتنیش. از کجا معلوم راست گفته باشه؟ باورت نمیشه؟ اینم پرینت ایمیلاشه. آقای وکیل. بده ببینم. به هر حال چق نروشی باورش بازی کنی. میدونی مشکل تو چیه؟ تو همه رو از اینجا میبینی. بیا پایین بابا. دارم کارا رو انجام میدم. تصمیمتو گرفتی؟ بالاخره چی کار میخوای بکنی؟ من سوره من چاره دیگه ای ندارم. شاید تقدیر من اینه. ای بابا دختر چقدر ضعیفی؟ یکم قوی باش، با یه شکست کوچیکم آدم خوش نمیبازه. بعدم تو باید به بقیه حق بدی بهت حسودی کنن، چون تو یه دختر گل نمونه ای. من سورور خیلی تنها، هیچ کسی رو ندارم. بیمرفه، یعنی منو به حساب نمیاری دیگه. بعدم اینجا همه خانواده ای تو هم، غیر اینه؟ چی بگم؟ ببخشید. راحت باش. سلام مریم. الو شیوا، فهمیدم ایمیلا چجوری رو رفته. نمیخوام راجع به این موضوع چیزی بشنوم. یه دقیقه گوش کن، کار نگی بوده، از خودت دزدی کرده، واسه نقشه کشیده. تو این از کجا فهمیدی؟ قضیهش مفصل، الان شارژ ندارم. باشه، خداحافظ. برو اسبا رو ببر استبل. از اسبا وحشت دارم، فقط به خاطر کلاسشه که میخوام سوارکاریت بگیرم. انگار گوشاتم سنگین شده. گفتم اسبا رو ببر استبل. زود باش دختر، من باید برم، یه قرار لیپوساکشن دارم. بریم دخترم. راستی امشب خونه رو حسابی تمیز کن، فردا مهمون دارم. نه خونه رو تمیز میکنم، نه دیگه هیچ کاری انجام میدم. از این دختره نکبتت هم حالم به هم میخوره. مامان با من بود؟ آره با تو بودم، حالم ازت به هم میخوره. بلبل زبون شدی؟ نکنه دوست داری تو خیابون بخوابی؟ میاد پیش من. تو دیگه اینجا؟ میخوام برای تو کار کنم. ببین تو منو خورد کردی،
تو منو له کردی. حق داری به مو و صورت و ابرود گند بزنی، ولی دیگه اجازه نمیدم به من گند بزنی. تو رام شدنی نیستی. این اسبام ازت رام میکنم. متاسفم برات. یه سر به استبل اسبو میزنی. دو تا اسب مریض اونجاست که اگه خدایی نکرده بلایی سرشون بیاد پدرتو در میارن. قیمتشون منزه خونت میارزه. صبر کن ببینم. تو اینجا میمونی تا یکی رو بذارم جات، مگر یکی از رو جنازه من رد شی که بخوای بری. فکر خوبیه. منم وسایلمو جمع کردم. دیگه اینجا کار نمی کنم. اگه شیوا خانم نباشه منم نیستم. منم میرم. اینم مال خودم میبرمش. حالا تو بمونه اسبات. خوش اومدی عزیز دلم. تا حالا نیده بودم اقا عصبانی بشه. با دختر آفرین. فکر نمی کردم اقا قوی باشه. منصور مطمئنی من میتونم اینجا بمونم؟ بله. تا حالا هم انقدر مطمئن نبودم. به نظر من بعد خیلی وقت میشه اتفاق میفته. واقعا ازت ممنونم. اولین باری که حس آرامش دارم. واقعا با اون خرس پیر قرقرو نمیشه آدم احساس آرامش داشته باشه. باز چیه؟ چرا تو فکری؟ هیچی. فردا یه کار ناتموم دارم که باید تمومش کنم. همه این وسایل رو تو در بیار. شیوا خانوم، میگم تو چرا نمیری بازیگرشی؟ استعدادشو داری یا؟ آره راست میگم، بازیگری یه دروغ واقعیه. ملکه لک لک ها خوش آمد. سلام نظافت چی اسبا؟ فکر کردی من کیم؟ ها؟ یه دروغگو هم؟ یه احمقم؟ یا یه ترسو؟ اینجا چه کار میکنی؟ میخواستی جلو همه خرابم کنی؟ موفق شدی؟ من هیچ دروغی به تو نگفتم. هرچی گفتم این واقعیت بود. نگفتم اشراف زدم، ولی تو گذاشتی جلوی همه خورد بشم. سکوت کردی، حتی نیومدم سر داد بزنم. واقعا برات متاسفم. آدم هر چیزایی که ندارن حرف میزنن. تو از زندگی گفتی، از عشق گفتی، از صداقت گفتی. شاعرم که هستی. ببین خانم شاعر، بازیگر، حالا هرچی، من همینیم که میبینی. برو رد کارت. آدم باید حد و اندازشو بدونه. برو! آره آدم باید حد خودشو بدونه. چرا میزنی عوضی؟ عاشق ناشناس من بودم. اما هیچ حقی نداشتی با این اینجوری صحبت کنی. همین الان گورتو گم کن از اینجا بیرون. نه من حاضرم چرت و پرت این عوضی رو قبول کنم، ولی تو رو نه. تو مگه نامزد نداشتی؟ عمو جان تو نگران نباش، من خودم رامش میکنم. بره. سب کن شیوا، به خدا من از هیچ خبر نداشتم. آخه من چه دروغی به تو گفتم؟ گفتی دروغ گفتی، همه بونم گذاشت سر کار. شیوا برای چی گریه میکنی؟
تو چه جوره بچه میخوای ها؟ برو پیش همون ناهید خانم، همون به دردت میخوره. ول کن دیگه اینو. بابا من اونو دوست ندارم، اصلا باش کات کردم، از اولم نمیخواستم باش ازدواج کنم. فقط جرأت اینو که بخوام جوابش کنم و نرشتم، چون دخترمون بود، حرف اون حرف پدرم بود. تو با من قرار گذاشتی توی جشن ولی با اون بودی. آره با اون بودم، اما فقط به عنوان یه پسرمو و دخترمو، همین. سلام بابا، خوبی؟ سلام پدر. چطوری عزیزم؟ اینجا بایستدی؟ منتظر شما بودم. بفهم بریم. بفهم. وقتی از سالن برگشتم ندیدم بود. فقط اون پسرها رو دیدم که شاخی گل دستش بود. پسر گل من دست تو چیکار میکنه؟ شاید باورت نشه، میدونم حق با توه، ولی من درست میگم. من اینو از کف زمین پیدا کردم و میخواستم با کمال احترام به تو بدم. کی جوابش کردی؟ شبی که با هم قرار داشتیم که چند ساعت قبلش اومده بودی باشگاه سوارکاری. آره همونجا بهش گفتم. شده من مثل فیلما فکر نمیکنم. میدونی چرا ازت خوشم میاد؟ از پرستیژت، کلاست. باش نکنم کی؟ تلاش نکنم. نه اگه بتونی بیای اوکی، اگه نگه گیریم برات بزن. تو بستن میگیرم. خب ازش ممنون باش. چی میخوای بهتر از این؟ صدا بفرمایید. دوبین رفت. سه حرکت. بابایی از پدر اجازه گرفتی حرف بزنی بچه جون؟ چرا گفتی بیام تو سالن؟ چرا گذاشتی جلو همین سکه یه پولم بکنم؟ خواستی آبروم رو ببری؟ باور کن همه اینای دستیسته بود. من رو همم از این وضعی خبر نداشت. فکر میکنم همه زیر سر خوهرت نگیرم. میتونم چند لحظه گوشی تو بگیرم؟ شارژم تموم شده. میگم این پرهامه هم عجب مرمولکیه ها. فکر خواهرشه، خواد رابطه رامتین و ناهید به هم نخوره. اه یعنی ناهید هم خبر نداره؟ ما اینیم دیگه. عجب جونوری هستی بابا. علیکه سلام. آخه بچه کی دیدی به رویاهاش پشت بکنه که تو دومیش باشی؟ رویاها؟ رویای من، نه رویای تو پدر. رامتین کجا میخوای بری؟ الان داره خورد شدن رو حس میکنی؟ آره همونجور که اون دختر بیچاره رو خورد کردی. ببین من و تو واسه هم ساخته نشدیم، میدونی چیه؟ رامتین به حرفم گوش کن، من تو رو دوست دارم، منو خورد نکن. میخوام برم دنبال واقعیت. واقعیت من اینه، به قول تو ملکه زیبای لک لک ها. آخه کدوم احمقی دیدی که تو واقعیت برداره یه کلفت خونه رو برداره بیاره عروس خانواده بکنه؟ بفهم نفهم. آره من نفهمم، چون من میخوام برم دنبال واقعیتم. پس برو دنبال واقعیتت. برای چی دنبالم میای؟ من طاقت یه اعصاب خردی دیگه رو ندارم، میخوام آروم زندگی کنم. خوشحالم که خوبی. درس بزرگی بهم دادی منصوره جون. من درسه پدرتو یادت آوردم، اون معلم همه ای ما بود. اون قفسه برای توه،
اگه دوست داری که دوباره تو بذار اینجا. ممنونم. باز چیه؟ دفتر خاطرات پدرمه. خدا رحمتش کنه. خیلی برام عزیزه. هیچ وقت نتونستم بخونمش. هر موقع میمدم بخونم اشکمانم رو میبرید. تنها یادگاریه که مونده برام. از خودت دور نکن مامایی. مامایی نه حسیت نامه مالی پدرته دیدی گفتم پس اونی که دست سویلا بود دارین چی کار میکنین؟ دارم باشگاه همو افتتاح میکنم. چی؟ کی همچین اجازه رو بهت داده؟ قانون. البته فقط باشگاه نیستا، خونه و ماشین با کلی پول که بهش بدهکاری بابت همه این سالهایی که ازش کار کشیدی. شما این وصیت‌نامه رو دیدید؟ من هیچی ندیدم. امضای جدید حرف نداشت. وصیت‌نامه اصلی هم پیدا شد. و اینم امضای شما نیست. متاسفانه شما بازداشتید. باید با ما بیاد. سلام. بفرمایید خانم. خانم رضایی همراهیشون کنید. بفرمایید. یلا جمعش کن. یک ذره شم نماند. که دوما اینجوری نگاه نکن. کارت را کن. در افغانستان کسی اینجوری نگاه کند جانش را میگرند. درست با من حرف بزن لعنتی. منصور خانم. منظورم این بود که خوب حرف بزنی. حرکت کن. چرا وایسادی؟ خستمه. خستگی معنا نداره. انگار نمیدونی تا دو روز پیش من کی بودم. دیروز دیروز بود، امروز امروزه. کارتو بکن. چه کار میکنی نادر؟ چی کار میکنی؟ چی بگم مریم؟ من میتونم فردا نیام، مامانم بیمارستانه. آره عزیزم فردا نیا، فقط قبل از اینکه داری میری از منصور خانم یکم پول بگیر. بهش بگو که من گفتم. حتما. آخه چقدر تو مهربونه. من نمیدونم این سویلا چجوری دلش اومد این کارا رو با تو بکنه. گرچه دنیا گرده ها، الان همون بلا داره سر خودش میاد. البته بازم میدونم تو هیچ وقت اون کارهایی که اون با تو کرد و با اون نمیکنی. چوب خداست دیگه مریم. میگم آماده ای بگم دوتا اسب زین کنن بریم یه گشت؟ آماده هستم، ولی تو بگو یه اسب زین کنن، تو بگم من نگات کنم. ترسو.
اشتباه ساده بود همین که رفتی، یه اتفاق افتاده بود وقتی که رفتی، یه دل خوشی بود واسه من دلت رو بردم، خیلی دلم شکسته بود وقتی که رفتی.